عناوین اصلی. فرمانده اصلاح طلبان رسماً اعلام کرد نظام جمهوری اسلامی تمام شد. ویدیوی جنجالی انگلیسی صحبت کردن یک ارزشی با زن خارجی مسلمان شده. اخطار شدید مشاور امنیت ملی کاخ سفید به رژیم اسلامی حاکم بر ایران و درخواست اخراج دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی که در آمریکا جا خوش کرده. به کیوسک خوش آمدید. درود بر شما، نیمروزتون بخیر. شنونده اخبار روز از کانال کیوسک هستید. فرمانده اصلاح طلبان رسماً اعلام کرد نظام جمهوری اسلامی تمام شد. مجید انصاری از کسانی که در این 43 سال با تمام توش و توان تلاش کرده بود با انواع ترفندها، حتی با ترفند اصلاح طلبی، نظام را به نوعی حفظ کند، به روشنی و وضوح میگوید آژیر خطر سال 98 به صدا درآمد. محال است بشود نظام را حفظ کرد. ولی بدانند دوستان ما، عزیزان ما، دلسوزان ما در نیروهای امنیتی، در نیروهای نظامی، در نیروهای اطلاعاتی، اگر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران رو به پای قدرت نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق که دومین یا اولین قدرت هسته‌ای جهان بود برسونن، اگر با بزرگترین زرادخانه جنگی جهان رو در اختیار داشته باشن، مردم پشتیبان انقلاب نباشن، پشتیبان نظام نباشن، این قدرت ها یک روز مثل برف آب میشه. که ما این که اتحاد جماهیر شوروی بدون شلیکی یک گلوله از هم بتلاشی شد. برابر این ما نقطه اقتدارمون در 40 سال گذشته پشتیبانی مردم از نظام بوده، اعتماد مردم به نظام بوده، حضور مردم در صحنه بوده. بدون حضور مردم در صحنه محال بود ما صدام رو شکست بدیم، محال بود بتونیم استقلال کشور رو حفظ کنیم. امروز هم محال است اگه فکر میکنم میشه نظام رو حفظ کرد بدون حضور مردم و پشتیبانی مردم، اشتباهه. و اگه فکر میکنم مردم ایران مردمی هستند که با دستور میتونن بگن شما اینا رو انتخاب کنید، بگن چشم ما حتما میایم پای صندوق. اون آقا رو انتخاب نکنید، بگن چشم ما حتما میایم. اینجوری نیست. آژیر خطر به صدا در آمد در سال 98 بعد از آژیرهای مکرری که قبلا به صدا در آورده بود که آقا اینجور نکنید، بذارید مردم خودشون شعور دارن، عقل دارن، مردم خودشون انتخاب بکنن. بالاخره میزان مشارکت به شدت افت پیدا کرد، نزدیک نصف، کمتر از نصف شد. تهران که پایتخت کشور هست، مرکز کشور هست و علل قاعده اینجا مشارکت سیاسی باید بیشتر باشه، بیشتر هم همیشه بوده. گرچه الحمدلله امروز همه ملت ایران از فهم و آگاهیش و تعهد سیاسی بالایی برخوردارن، مشارکت انتخابات مجلس در تهران حدود 24-25% رسید، در انتخابات رئیس جمهوری همینقدر یا یکم کمتر. این فاجعه نیست؟ فاجعه نیست که نماینده مجلس در تهران با 7% یا 10% مثلا واجدین شرایط رأی برود در مجلس؟ وقت این میتونه از موضع قدرت در مجلس حرف بزنه، از موضع مردم حرف بزنه. با پشتیبانی کدوم مردم حرف میزنه؟ با پشتیبانی کدوم مردم رأی میده؟ میتونه ادعا بکنه مسببه من، مسببه کل ملته؟ آقایون خوشحال نباشند که یک جریان رو حذف کردن، خوشحال نباشند که خواب اصلاح طلبها رو تومارشون پیچیدیم، خوشحال نباشند که اصلاح طلبها الان نوبت رسید به اصولگرایان، اصولگرایانی هم که با ما هم وفق نیستم، اونا هم تومارشون میپیچید، به شروع کردن به پیچوند. جنجال ویدیوی انگلیسی صحبت کردن یک ارزشی با زن خارجی مسلمان شده. دیروز ویدیویی در شبکه‌های مجازی دست به دست شد از مکالمه انگلیسی یک ارزشی با همسر خارجیش که باعث قطع پخش زنده شبکه یک شد. بانو یاسمین گارسیا مارگونی هستم. یاسمین سال 2017 درست فرمودید وقتی دیگه شروع کرد به تحقیق در مورد اسلام، اولین بار حجاب رو امتحان کرد. خیلی خوبه، چرا اینقدر بد میگن در مورد اسلام؟ چرا میگن تروریستان؟ چرا میگن خشنن؟ یاسمین خودش اهل تحقیقه، میتونه خودش بگه که بعد من میخوام بگم خودش بگه. You know Fatima in the past
چگونه مسلمان شدن؟ شهادتین رو کجا گفتن؟ یه خود فکر کنم ایناش جذابه. How did you take Islam? Where? Can you say about Can you say about Quran when you visit the people say bad thing to you, you were open at the Quran. Quran talking to you. Can you say more? Yes. I was praying. Yes, means. Do you want to change your name? Which the name you like? اخطار شدید مشاور امنیت ملی کاخ سفید به رژیم اسلامی حاکم بر ایران. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در هشداری شدید به رژیم اسلامی حاکم بر ایران گفت هر گونه حمله علیه شهروندان این کشور از سوی رژیم تهران با عواقبی سنگین روبرو می شود. رژیم اسلامی حاکم بر ایران فهرستی از 51 آمریکایی را منتشر کرد و اعلام کرد این عده را به دلیل ایفای نقش در کشتن قاسم سلیمانی تحریم کرده است. جیک سالیوان در بیانیه‌ای که در واکنش به این تصمیم منتشر شده آورده است این تحریم‌ها در حالی وضع شده که نیروهای نیابتی رژیم حاکم بر ایران به عملیات تروریستی خود در آمریکا و نقاط دیگر جهان ادامه می‌دهند. مشاور امنیت ملی آمریکا تأکید کرده که با وجود اختلاف درباره سیاست واشنگتن در قبال رژیم حاکم بر ایران، این کشور در حمایت از شهروندان خود در برابر تهدید و تحریم دیگران یک پارچه و متحد است. وی افزوده که برای پیشگیری یا پاسخ به هر حمله از سوی رژیم حاکم بر ایران با متحدان و شرکای خود همکاری خواهد کرد. آنگونه که وزارت خارجه رژیم حاکم بر ایران اعلام کرده این افراد را به دلیل ایفای نقش در جنایت ایالات متحده آمریکا علیه قاسم سلیمانی، ترویج تروریسم و نقض حقوق بنیادین بشر تحت تحریم قرار می دهد. رژیم اسلامی حاکم بر ایران پیشتر در دی و آبان 99 پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و 9 نفر از مقام‌های ارشد دولت او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در میان اسامی تازه اعلام شده نام افرادی چون مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی دولت وقت، کنت فراکلین مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش سنتکام دیده می‌شود. درخواست اخراج دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی که در آمریکا جا خوش کرده. شماری از کنشگران و پژوهشگران آمریکایی خواستار عزل فوری حسین موسویان، دیپلمات سابق ایران از دانشگاه پرینستون آمریکا شدند. موسویان عضو سابق تیم مذاکره کننده پرونده هسته‌ای ایران است که همکنون به عنوان متخصص سیاست هسته‌ای و امنیت خاورمیانه در دانشگاه پرینستون مشغول به فعالیت است. او در فیلم مستندی که چند روز گذشته منتشر شد ادعا کرد که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همسر برایان هوک، نماینده وقت آمریکا در امور ایران از شدت نگرانی برای جان برایان هوک گریه کرده و به لرزه افتاده، چرا که فکر می‌کرده همسرش به علت مشارکت در این عملیات و انتقام ایران در خطر است. پژوهشگران و کنشگران آمریکایی خواستار قطع همکاری دانشگاه پرینستون با حسین موسویان شدند. زد پایگاه رو چند روز بعد من رفته بود آمریکا دیگه. یه آمریکایی به من میگفت که این زن برایان اون چند روز خواب نداره، تا صبح میلرزه، تا بدنش رو گریه میکنه، میگه به این برایان میگه تو رو میکشن اینا چون تو شریک بودی تو قتل آشقاسه. یعنی اینطوری لرزه افتاده بود به بدن اینا. او در بخشی از یک فیلم مستند که ساخته رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران است گفته بود وقتی به آمریکا رفتم یک آمریکایی به من گفت زن برایان هوک چند روز است که تا صبح خواب ندارد، تن و بدنش می‌لرزد و گریه می‌کند. به برایان می‌گوید که اینها تو را می‌کشند چون در قتل حاج قاسم شریک بودی. یعنی اینطوری لرزه افتاده بود به بدن اینها. این اظهار نظر موسویان نگاه‌ها را به مسئله فعالیت او در دانشگاه پرینستون دوباره جلب کرده است. فعالان و اپوزیسیون ایرانی به دلیل نقش موسویان در نقض حقوق بشر در ایران از مدت‌ها پیش استخدام او در این دانشگاه را مورد انتقاد قرار داده بودند. این دیپلمات سابق که به راحتی بین ایران و آمریکا رفت آمد می‌کند از سال 2009 در دانشگاه پرینستون مشغول به کار است و در رژیم ایران مسئولیت‌های مهمی بر عهده داشته است. روزنامه واشنگتن فری بیکن در گزارشی به بررسی واکنش‌ها
به اظهار نظر اخیر او پرداخته است. یک منبع آگاه به واشنگتن فری بیکن گفته است که دولت آمریکا تهدیدها علیه برایان هوک را بسیار جدی گرفته است، اما با این وجود به گفته این روزنامه این امر نشان می‌دهد که چگونه دولت ایران موفق به کاشت متحدان خود در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آمریکایی مانند اتاق‌های فکر مستقر در واشنگتن شده است. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که یک سازمان مخالف و منتقد جمهوری اسلامی است، در نامه‌ای به کریستوفر اسکروبر رئیس دانشگاه پرینستون خواهان اخراج فوری موسویان از هر گونه مؤسسه‌ای که به این دانشگاه مربوط است شده است. جو لیبرمن سناتور سابق و مارک والاس سفیر پیشین آمریکا در این زمینه گفتند موسویان از اینکه شهروندان آمریکایی و خانواده‌هایشان نگران تهدیدهای جانی دریافت شده از هواداران رژیم ایران هستند خوشحال به نظر می‌رسید. این دو که از رهبران سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هستند در بیانیه این نقش موسوی در دانشگاه پرینستون را لکه‌ای بر شهرت و اعتبار این دانشگاه دانستند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به واشنگتن فری بیکن گفته است ما هر گونه تهدید علیه مقامات کنونی و پیشین و همچنین شهروندان آمریکا را محکوم می‌کنیم. فری بیکن افزوده است که دانشگاه پرینستون به درخواست آنها برای ارائه توضیح در این خصوص پاسخی نداده است. حسین موسویان در ایمیلی که به این روزنامه آمریکایی فرستاده ادعا کرده است که هدف او تنها بیان واقعیت‌های این تهدید بوده است. به گفته او عملیات قتل قاسم سلیمانی نقض آشکار حقوق بین الملل است. بر اساس گزارش فری بیکن موسویان در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کرده و در همان زمان در اظهار نظری گفته بود که این فرمانده سپاه تروریست نبوده است. نام این دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در یک پرونده قضایی دیگر نیز دیده می شود. ژی وانگ تاریخ‌دان که در دانشگاه پرینستون مشغول به فعالیت بود در سال 2016 توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد و 3 سال در زندان اوین تحت حبس بود. او که به واسطه تلاش‌های دولت ترامپ از زندان آزاد و به آمریکا بازگشته بود پرونده قضایی علیه موسویان تشکیل داد. وانگ در شکایت خود مدعی است که دانشگاه پرینستون او را در ایران رها کرده تا در زندان پوسیده شود. به گفته او دانشگاه پرینستون به دنبال این بود که رابطه خود را با رژیم ایران حفظ کند، از همین جهت به توصیه افرادی مانند حسین موسویان عمل کرد. موسویان تنها مقام پیشین ایرانی نیست که در دانشگاه‌های آمریکا مشغول به فعالیت است. کالج اوبرلین به دلیل استخدام محمد جعفر محلاتی نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد مورد انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر است. محلاتی در این کالج به تدریس مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد. در زمانی که او به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی مشغول به فعالیت بود، هزاران مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 شمسی در زندان‌های ایران کشته شدند.